افغانستان از کشورهایی است که در این کشورها قاچاقبران انسان به گونه آزاد کار میکنند و نیز از این راه ها سودهای کلان میگیرند. شماری از شهروندان کشور میگویند که قاچاقبران مردم را فریب میدهند تا پولهایشان را بگیرند و نیز میگویند که شماری از صرافان برای زمینه سازی و نگهداری پول قاچاقبران کار میکنند و حتی گفته میشود که صرافان در کار پولشویی نیز دست دارند. آقای غنی صاحب و دکتر عبدالله ایت به می ایت وقت کلام چیزی نگرفتین کلام برنامه که ای این مردم چی کنیم چی نکنیم. دا خلک عادی خلک دی د دوو خلکو ترمنځ زی په سراپای کې خط لیکل کی د خط لیکیدو دا غال ترسیږي نو زه که وغواړي حکومت په ډیر کم امکانات کول شي دغه خلکو مخه ونیول شي. همی سال قبل می خواستم برم طرف اروپا و به خاص قاچاقبرا که بسیار بنیرنگ بدر هرچی باغ سرخ و سبز نشان داد ما را ولی درهای پر خوف و خطر که اصلا به قبال سرنوشت انسان توجه نمیکردن به بسیار راهای خراب مهاجرین انتقال میدادن. در این حال اتحادیه صرافان سرای شهزاده این ادعاها را رد میکند و میگوید که در قاچاق انسان مافیای نیرومندی کار میکنند. بیا کړای چې دلته موجود دي او بارنی ایجنټان خارجي ایجنټان او داخلي ایجنټان دلته موجود دي قاچاقبران دي او خلکو ته مختلف ستونزې جوړوي. از سوی هم وزارت امور داخله وجود قاچاقبران انسان را نگران کننده میداند و میگوید که برای پیکار با قاچاقبران انسان نیاز است تا مردم به گونه جدی با پلیس همکاری کنند. بیشترین تلاش ما میست که با کمک مردم و باراندازی برنامه‌هایی که از یک طرف آگاهی مردم بلند شوند نسبت به خطراتی که یا فریب را که اونا با او رو برو میشن و در این زمان با این گروپ ها مبارزه بکنیم، نتورک های از اینا را پیدا بکنیم در داخل افغانستان، در بیرون از افغانستان، بخصوص پلیس انترپول ما که در تماس از با کشورهای خارج، یعنی تلاش های زیاده باید رویدیز گرفته شود. در پهلوی تمام مسئلات هایی که پلیس داره به این بخش ما کوشش میکنیم که توجه بیشتر مبذول بگردانیم. تا کنون بیش از 180 هزار تن مهاجری افغان به گونه غیر قانونی از سوی قاچاقبران انسان کشور را به قصد اروپا ترک کردند. اما تا کنون برای جلوگیری از مهاجرت های روزافزون شهروندان هیچ کاری نشده است.